سرخط خبرها. آخرین هشدار فرانسه، انگلیس و آلمان به ایران در مورد سرپیچی از توافق هسته‌ای. اولین کشور اروپایی اقدام به ممنوعیت روس‌ها را در خاکشان صادر کرد. درگیری شدید و حملات پهپادی پاکستان بالای جبهه مقاومت در ولسوالی خنج که تکان دهنده است. وضعیت بسیار وخیم در پاکستان. جستجوی وزارت داخله، آیا عمران خان فرار کرده است؟ راپور تازه در مورد خسارات مالی و جانی سیل‌های چندین روز پسین که شوک دهنده است. چین پس از خشکسالی در کشورش با ساختن ابرهای مصنوعی دست به کار شد، اما چگونه که غیر قابل باور می باشد. سلام، به سرویس اطلاع رسانی اینفو تیوی خوش آمدید. لطفاً چنل ما را سابسکرایب کنید. رهبران آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان درباره موضوع هسته ایران گفتگو کردند. کاخ سفید رسما اعلام کرده است که رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان درباره تلاش ها برای احیای توافق هسته ای با ایران برجام گفتگو میکنند. رویترز و نقل از کاخ سفید گزارش داده است که رهبران چهار کشور قدرتمند اتمی در مورد مذاکرات جاری بر سر برنامه هسته ای ایران، نیاز و تقویت حمایت از شرکا در خاورمیانه و تلاش های مشترک برای بازدارندگی و محدود کردن فعالیت های بی ثبات کننده منطقه‌ای ایران گفتگو کردند. کاخ سفید جزئیات بیشتری در این مورد را نکرده است. اتحادیه اروپا و آمریکا هفته گذشته گفته بودند که در حال بررسی واکنش ایران نسبت به پیشنهادشان هستند. پیشنهاد هفته گذشته اتحادیه اروپا و آمریکا و ایران از سوی اتحادیه اروپا پیشنهاد نهایی برای احیای توافق نامیده شده است. شکست در مذاکرات هسته‌ای می‌تواند خطر یک جنگ منطقه‌ای جدید را افزایش دهد. اسرائیل تهدید کرده است که در صورت که دیپلماسی نتواند تهران را از دستیابی و قابلیت تسلیحاتی هسته‌ای باز دارد، علیه ایران اقدام نظامی خواهد کرد. ایران نیز هشدار داده است که به هر گونه حمله اسرائیل پاسخ نابود کننده و اسرائیل خواهیم داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در سال 2018 از توافق برجام خارج شد و تحریم‌های شدید آمریکا علیه ایران را مجدداً اعمال کرد. مذاکرات بر سر احیای این توافق تا حالا موفقیت چشمگیری نداشته است. خبر بعدی، رؤسای کمیته پارلمان چک از ممنوعیت صدور ویزای شنگن برای روس‌ها حمایت کردند. پاول فیشر و مارک زینکس، رؤسای کمیته روابط خارجی در مجلس سنا و مجلس نمایندگان چک، از ممنوعیت صدور ویزای شنگن برای روس‌ها توسط اتحادیه اروپا حمایت اعلام کردند. خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده است که این قانونگذاران امروز گفتند که چنین اقدامات باید در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه گنجانیده شود. فیشر گفته است که ارائه ویزاهای شنگن برای روس‌ها باید متوقف شود. جمهوری چک صدور ویزا برای روس‌ها را با استثناء ملاحظات بشردوستانه از 24 فوریه تا 2022 تا آپریل 2023 متوقف کرد. انتظار می‌رود که پایان صدور ویزای شنگن برای روس‌ها 30 روز دیگر تا آگوست 31 توسط وزارت خارجه اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گیرد. خبر بعدی، حزب تحریک انصاف تازه گفته است که عمران خان خط قرمز ما است. رسانه‌های پاکستان میگویند که رهبران حزب تحریک انصاف هشدار دادند که عمران خان رهبر این حزب برایشان خط قرمز است. آنان افزودند که گزارش‌های مبنی بر دستگیری قریب الوقوع عمران خان را دریافت کردند. گزارش‌ها در مورد دستگیری عمران خان شب گذشته 22 آگوست پس از آن شایع شد که اظهارات وی در راهپیمایی روز شنبه 29 آگوست در اسلام آباد بر اساس بند 7 قانون ضد تروریسم پاکستان جنجالی شد. کمپاین توییتری که به حمایت از عمران خان راه اندازی شده است با سرعت مورد توجه قرار گرفت و تا پیشتر از نشر این گزارش بیش از 140 هزار بار توییت شده است. طرفداران عمران خان در جریان این کمپاین خط قرمز ما عمران خان است را در توییتر نشر و بازنشر میکنند. تعدادی از هواداران برای همبستگی با رهبرانشان در اقامتگاه آقای خان واقع در بنیگالا اسلام آباد گرد هم آمدند. حساب رسمی حزب تحریک انصاف در توییتر ویدیویی از فواد چودری، وزیر سابق اطلاع رسانی را همراه با تعدادی از کارگران در این اقامتگاه نشر کردند. در این ویدیو آقای چودری میگوید که خان در خانه است و صدها کارگر به آنجا رسیدند. نزدیکان عمران خان، نخست وزیر سابق مانند مراد سعید، به طور جداگانه در توییتر اعلام کردند که برای آقای خان دستور بازداشت صادر شده است، زیرا او از حامیان خود خواسته است که به خاطر پاکستان بیرون شوند.
رهبران حزب تحریک انصاف از مردم خواستند تا در مکانها و شهرهای مختلف گرد هم جمع شوند. علی امین گنداپور وزیر امور کشمیر با تهدید و تصرف اسلام آباد و پلیس هشدار داده است که دیگر بخشی از این جنگ سیاسی نباشند. دستگیری و محکومیت نخست وزیرهای پیشین قبل از این نیز در پاکستان بسیار سابقه های زیادی دارند. نواز شریف صدر اعظم قبلی پاکستان نیز به دلیل سوء استفاده مالی در 6 جنوری 2018 و 10 سال زندان محکوم شد. آقای شریف پیش از عمران خان سمت نخست وزیری پاکستان را بر عهده داشت. اکرم پرازم با تازه ترین جزئیات در مورد جنگ میان طالبان و مداخله پاکستان در ولسوالی خنج پنشیر که همه را شوک زده کرده است. نبرد شدید در خنج جریان دارد. طالبان با قوای پیاده و بالگردهای پاکستانی بالای موازی های مقاومتگران یورش بردند و درگیری به شدت جریان دارند. گفته می شود که دو طرف تلفات سنگینی بر یکدیگر وارد کرده اند، اما پهپادهای پاکستانی می تواند که قرارگاه های جبهه مقاومت را هم مانند حملات سال گذشته که با شکست جبهه مقاومت مواجه شده بود، تکرار آن فاجعه در خنج و در قرارگاه ها توسط این گروه تجاوزگر و بیرونی صورت بگیرد. خبر بعدی، سیل در ولسوالی پسابند غور خسارات هنگفت مالی بر جای گذاشته است. منابع محلی از ولایت غور میگویند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در منطقه کاکری ولسوالی پسابند این ولایت ده ها خانه مسکونی ویران شده است. باشندگان محل میگویند که سیلاب ها در این منطقه جاری شده که ده ها راس معاشی و نزدیک به 10 خرمن گندم را نیز با خود برده است. همچنان گزارش شده است که ده ها جریب زمین و فراورده های زراعت از بین رفته است. باشندگان این منطقه از نهادها و مؤسسات امدادرسان خواهان کمک شدند. آنها از خیمه، آرد و روغن به عنوان نیازهای اولیه و ضروری آسیب دیدگان یاد کردند. گفتنی است که روز گذشته سیلاب های مدهش در ولسوالی های خوشی، لوگر و مالستان غزنی نیز تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی و بار آورده است. خبر بعدی، چین برای محافظت از غلات در برابر خشکسالی از برنامه باروری ابرها خبر داد. اسوسییتد پرس گزارش داده است که این تصمیم روز یکشنبه در حال اعلام شده است که کارخانه ها در مناطق جنوب غربی این کشور منتظر بودند تا مشخص شود آیا به دلیل کمبود آب برای تولید برق یک هفته دیگر تعطیل میماند یا خیر. به دلیل افزایش تقاضای تهوه مطبوع و دمای بالای 45 درجه سانتیگراد، کارخانه ها در ولایت سیچوان چین هفته گذشته تعطیل شدند تا در مصرف برق صرفه‌جویی شود. این مشکل با چالش های حزب حاکم کمونیستی مبدل شده است. حزب حاکم تلاش میکند تا قبل از اعطای سومین دوره ریاست جمهوری به شی جینگ پینگ رشد اقتصادی را تقویت کند. خشکسالی در چین و برداشت کمتر غلات تاثیر بالقوه جهانی خواهد داشت. این امر سطح تقاضا برای واردات را بلند برده و فشار صعود تورم را در آمریکا و اروپا افزایش خواهد داد. چین امسال گرمترین و خشکترین تابستانش را در 61 سال گذشته تجربه میکند. محصولات زراعتی در چین پژمرده‌اند و مخازن آبی و کمتر از نصف سطح معمولیشان رسیده‌اند.